50% کاهش در سکته های قلبی و مغزی فقط با مصرف روزانه یک قرص. قرصی که دانشمندان ایرانی در بزرگترین تحقیق بانینی جهانیشون ثابت کردن جلوی خیلی از مرگ‌های زودرس رو میگیره. رئیس خبر بی بی سی از لندن تا پاریس رکاب زد تا تاثیر دوچرخه سواری رو روی مغز و کاهش استرس نشون بده. رسیدیم به برج ایفل بالاخره بعد از 3 روز دوچرخه سواری. آیا ترسوندن یه نفر واقعا سکسکش رو بند میاره؟ چطور خشم و عصبانیتامون رو کنترل کنیم؟ تکنیک هایی برای افزایش تحمل و تاب‌آوری. پژوهشگران ایرانی به سرپرستی دکتر ملکزاده همراه با محققین آمریکایی و انگلیسی با هم یک تحقیقی انجام دادن و نتیجه اون تحقیق شده یک قرص اعجاب انگیز، قرصی که 4 تا قرص دیگه توشه و تونسته تا به حال 1/3 موارد حملات قلبی رو کاهش بده. به این قرص میگن پالی پیل، یعنی یک قرصی که چند تا قرص دیگه توش قرار گرفته. 1. آسپرین که رقیق کننده خون هست، استاتین که کلسترول یعنی همون چربی بد رو پایین میاره و 2 ماده دیگه که کاهش دهنده فشار خون هستن، یعنی عواملی که باعث سکته قلبی میشن رو پایین میارن. دکتر فرین کمانگر که یکی از نویسنده های مقاله مربوط به همین قرص هست که در مجله معتبر لنست چاپ شده، متخصص اپیدمیولوژی از دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا، مهمان برنامه ما هست. این دارو 1/3 حملات قلبی رو کاهش داده. چطور شما به فکر این تحقیق افتادین؟ عرضم حضورتون که بیماری‌های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ در دنیا هستند. 50% مرگ‌های دنیا به خاطر سکته‌های قلبی، مغزی و بقیه بیماری‌های قلبی عروقی هستش. عوامل خطر متعددی برای این بیماری‌ها وجود داره، به عنوان مثال فشار خون، چربی خون و بسیاری دیگه شما و بینندگانتون اطلاع دارید ازش. و هر کدوم از اینها به تنهایی درمان میشد. این ایده مطرح شد حدود 17 سال پیش که شاید بشه چند تا از اینها رو در یک قرص ترکیب کرد. اسمش رو میذاریم پلی پیل، یعنی قرصی که چندین تا از این داروها رو با هم داره و هر شخص بتونه روزی یکی از اینها مصرف کنه و بیماری قلبی عروقی رو پایین بیاره. این اولین باری بوده که در دنیا این قرص رو چندین سال به چندین هزار نفر دادن که ببینن آیا بیماری قلبی عروقی رو میاره پایین، و خوشبختانه دیدن که 34% میاره پایین و در کسایی که مرتب خوردن حتی بیش از 50% بیماری‌های قلبی عروقی عمده رو آورد. از عوارض آسپرین خونریزی در مغز هست و از عوارض استاتین هم اون در واقع دردهای عضلانی و مشکلات کبدی است. آیا این عوارض رو هم در تحقیقاتتون در نظر گرفتین؟ بله، کاملا فرمایشتون درست هستش. منتها خوشبختانه در این مطالعه آرزوی داروی پلی پیل بسیار بسیار کم. وقتی 2 گروه مورد مطالعه، یعنی یک گروهی که پلی پیل گرفتن و گروهی که پلی پیل رو نگرفتن، در چندین سال با هم مقایسه کردن، فقط مقدار بسیار کمی خونریزی اضافه شد در گروهی که پلی پیل گرفتن. شاید 2 دلیل داشته باشه. یکیش اینه که دوز دارو کم تا متوسط بود. دلیل دومش هم این بودش که افرادی که سابقه بعضی بیماری‌ها داشتن، به عنوان مثال بیماری کبدی داشتن یا فرض می‌فرمایید که زخم معده یا زخم روده داشتن، در این مطالعه وارد نشدن. به این دلایل عوارض کم. مصرف این قرص رو برای چه کسانی شما توصیه می‌کنید؟ مصرف این قرص برای کسایی مفید هستش که معمولاً بالای 50 سال باشن و یا بیماری‌های مختلف داشته باشن، به عنوان مثال کمی فشار خونشون بالا باشه یا چربی خونشون کمی بالا باشه، یا در فامیلشون افرادی باشن که در سن‌های پایین بیماری‌های قلبی عروقی گرفته باشن و سکته در سن پایین باشه. برای کسی که هر کدوم از این عوامل خطر رو دارن، این قرص میتونه بسیار مفید باشه. آیا میتونین شما بگین که 10% از سکته های قلبی و مغزی قابل پیشگیری هست و 10% از این سکته ها مربوط به مسائل ژنتیکیه؟ این سوال خیلی آسونی نیست. به صورت تئوریک بسیاری پیشنهاد کردن که 80% سکته های قلبی و مغزی قابل پیشگیری هستش.
ولی این رو میخوام خدمتون عرض بکنم، پیشگیری به این معنی نیست که واقعا هیچ وقت اتفاق نمیفته. این به این معنی هستش که به جای اینکه در سنین جوانتر اتفاق بیفته، در سنین بسیار سن در سنهای بسیار بالاتر اتفاق میفته. به هر حال افراد سنشون میره بالا و یک بیماری های مختلف مثل سرطان و مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی اینا پیش میاد، ولی هیچ دلیل نداره که در سن جوانی پیش بیاد. ما امیدمون این هستش که افراد در همه جای دنیا و به خصوص در ایران سالهای بسیار زیادی عمر سالم بکنن و این قرص میتونه به افزایش عمر و سالم بودن در سالهای بیشتری خیلی کمک. برای پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی دقیقاً چه راهکارهایی رو شما ارائه میدین؟ بیماری قلبی عروقی ریس فاکتورها یعنی عوامل خطر متفاوتی دارن. به عنوان مثال سیگار کشیدن یکی از اونهاست، مصرف تریاک یکی از اونهاست، مصرف زیاد قلیان و اینا از اونهاست، چربی بالای خون و وزن خیلی زیاد، غذاهای ناسالم، اینا همش چیزایی هست که میشه ازش جلوگیری کرد. واقعا زمانی که ما گشنه نیستیم مجبور نیستیم غذای اضافه بخوریم و همین فقط غذا رو کنترل کنیم یه مقدار زیادی وزن کنترل میشه که نه تنها برای جلوگیری از بیماری قلبی عروقی مهمه، برای جلوگیری از دیابت مهمه، برای کاهش نرخ بسیار از سرطان ها مهمه. بنابراین کاهش وزن یا متعادل نگه داشتن وزن، ورزش کردن، جلوگیری از سیگار کشیدن، مراجعه کردن به دکتر هر چندگاهی برای کنترل فشار خون و چربی خون و آخرین چیزی هم که این مطالعه نشون داده اینه که گرفتن یک پلیپیل، شاید در خوردن یک پلیپیل یک قرص در روز برای افرادی که لازم دارن میتونه بسیار مفید باشه. بیشتر کسانی که قند خون بالا یا فشار خون بالا یا حتی چربی خون بالا دارن از وضعیت خودشون اطلاعی ندارن. اشکال کار کجاست آقای دکتر؟ بله کاملا همینطور. خیلی از افراد به خصوص در جهان سوم اصلا نمیدونن فشار خون بالا دارن یا حتی چربی بالا دارن، چون که فشار خون بالا عوارض زیادی ایجاد نمیکنه تا زمان اینکه این عروق صدمه دیدن و اون وقت یه ذره دیر هستش. یکی از اسمهایی که به فشار خون بالا میدن بهش میگن قاتل بی صدا، یعنی در واقع هست در درون ولی کسی ازش اطلاع نداره. آیا این قرص پلیپیل الان در داروخونه در دسترس هست؟ تا جایی که من اطلاع دارم بله در بازار هستش، در داروخونه هست. شما به عنوان محقق گام بعدی که در این تحقیق میخواییم بردارین چیه؟ اولا چندین مطالعه دیگه در پلیپیل، در مورد پلیپیل هم در ایران و هم در بقیه نقاط جهان در حال انجامه. امیدوارم که همه این مطالعات به این نتیجه برسن که این قرص بسیار خوبه. اگر این طور باشه میشه جورهای مختلفش رو ساخت، یعنی بعضیاش فرض بفرمایید که فشار خونش قوی تر باشه، بعضیش چربی خونش قوی تر باشه، بعضیش ممکنه آسپرین داشته باشه یا نداشته باشه. و یکی از اهدافی که همکاران ما از جمله دکتر ملک‌زاده و بقیه دوستانشون در نظر دارن این که بیان روی برای تلفن یه اپی بسازن که این اپ به عنوان مثال شما فشار خونتون رو وارد میکنید، چربی خونتون رو وارد میکنید و این میتونه به شما پیشنهاد کنه وضع شما چیه، مثلا پلیپیل شماره 5 رو بگیرید. و این خیلی میتونه مفید باشه، چون اگه آدم یه قرص در روز بخوره که همه نیازها رو برطرف بکنه و حالا اگه نگم همه، بیشتر نیازها رو برطرف بکنه، کار بسیار آسونی هستش و میتونه ارزون و مفید و ساده باشه و انشالله مرگ‌های زیادی رو جلو بگیره. امیر عظیمی رئیس خبر بی بی سی فارسی 3 روز مرخصی دادیم، از پشت میز ریاست بلندش کردیم و نشوندیم روی دوچرخه. ازش خواستیم پا بزنه از کجا؟ از لندن به پاریس. می‌خواستیم ببینیم که دوچرخه سواری چقدر در حال و روان ما اثر داره. دوچرخه سواری حال منو خوب میکنه، آرومم میکنه و حتی از خمودگی درم میاره. اما چطور پدال زدن روی سلامت روان میتونه تأثیر بذاره و فعالیت مغز رو چطور میتونه عوض کنه؟ برای پیدا کردن جواب این سوالا 3 روزه از لندن تا پاریس پدال زدم و خودم رو مثل موش آزمایشگاهی سپردم دست محققا. موش که چرت کنم البته. من ظاهراً بین همکارام در بی بی سی معروفم به آروم بودن، ولی واقعیت اینه که علاوه بر تنش‌های زندگی مدرن، کارم هم بسیار پرمشغله و استرس‌زاست.
اگرچه که ممکنه خیلی معلوم نباشه. نشستن طولانی پشت میز و کم تحرکی میتونه باعث مشکلات قلبی و همینطور برای سلامت و روان هم مضر باشه. برای اینکه هم روحیه‌مو تغییر بدم و هم یک ورزشی کرده باشم، روزایی که هوای لندن خوب باشه با دوچرخه میام سر کار. تحقیقات دو دانشگاه آکسفورد و آکسفورد بروکس اخیراً نشون داده که دوچرخه سواری هم برای پیشگیری از بیماری‌های روح و روان موثره و هم برای درمانشون خوبه. اما چطور؟ متخصصان این دانشگاه روی من تحقیق می‌کنن تا ببینن چطور دوچرخه سواری ممکنه روی فعالیت مغزی و حس و حال آدم اثر بذاره. اول قد و وزنمو اندازه می‌گیرن و بعدم نوار قلب. قبل از اینکه تست ورزش بگیرن این کلاه رو میذارن سرم. اسمش هم به اندازه قیافش پیچیده و عجیبه. اسپکترومتری نزدیک مادون قرمز، اگه درست گفته باشم. این ماسکی که زدی قراره متابولیزمت رو اندازه بگیره و به ما شدت فعالیتت رو نشون بده. این دوچرخه مخصوص سرعت دقیق و شدت پازدن رو ثبت میکنه. این کلاهی که رو سرت هست اسپکتروسکوپی نزدیک مادون قرمزه که تغییرات جریان خون رو در قسمت جلویی مغزت اندازه میگیره و نشون میده موقع دوچرخه سواری خون در کدوم قسمت‌های مغز جابجا میشه. برای ما لوب پیشانی جالبه که مرکز فکر کردن و کنترل خلق و خوه. وسط این آزمایش تست سرعت واکنش و تست دقت هم ازم میگیرن. مدام میپرسن که حس و حالم در شدت‌های مختلف چطوری تغییر میکنه. همزمان فشار خون و ضربان قلبم هم داره مانیتور میشه. با اندازه‌گیری اسید لاکتیک خون هم شدت فعالیت بدنیم رو اندازه میگیرن و هم مطمئن میشن که ادامه پدال زدن برام خطرناک نیست. بعد از گرم کردن با 3 سرعت مختلف و با 3 مقاومت مختلف همین تست‌ها رو عیناً تکرار می‌کنیم تا ببینیم عملکرد مغزیم چطور با تغییر شدت فعالیت بدنی ممکنه عوض بشه. بیست دقیقه دارم روی این دوچرخه پدال میزنم. محققای این دانشگاه میخوان ببینن که تأثیر پدال زدن با سرعتهای مختلف و مقاومتهای مختلف روی تمرکز مغز و روی واکنشهای من چه تأثیری داره. نتیجه چطور بود؟ خیلی خوب بود. آخش خیالم راحت شد. اولش وقتی داشتی پدال میزدی و خودتو گرم میکردی در چند دقیقه اول یکی دو تا تست رو اشتباه زدی، چون موقع گرم کردن یه دفعه خون از مغز به سمت عضله های پا میره و برای همین نمیتونی درست فکر کنی. معمولا آسیب هایی که به ورزشکارا میرسه در 10 دقیقه اول اتفاق میفته. برای همین خیلی مهمه که قبل از ورزش اصلی حتما گرم کنیم که اشتباهات و آسیب ها مثلا وقتی وسط جاده مشغول پدال زدن هستی اتفاق نیفته. نکته جالب دیگه این بود که هرچه مقاومت دستگاه رو بردیم بالا و کار رو برات سخت‌تر کردیم، سرعت واکنشات و دقتت بیشتر شد. چه جالب که اینقدر تأثیر مثبت داره. بله، و در مورد تو هرچه سرعت میره بالاتر سریعتر هم واکنش نشون میدی. همینطور ازت مدام میپرسیدیم که چه حسی داری. درسته. هرچی سریعتر پدال میزدی انگار بیشتر لذت میبردی و شادتر بودی. دقیقاً. قبل از سفرم هم رفتم سراغ دکتر شلیکو، پژوهشگر ارشد تغذیه. همونطور که میدونی من دارم برای 3 روز میرم سفر دوچرخه سواری از لندن تا پاریس. تو این 3 روز چی بخورم چی نخورم؟ در این 3 روز وقتی پدال نمیزنی باید کربوهیدرات هایی بخوری که گلوکوز رو به آرومی و در مدت زمان طولانی آزاد میکنه و گلیکوژن رو در عضلات ذخیره میکنه. اما موقعی که پدال میزنی باید دم دست تنقلاتی داشته باشی که سریع انرژی لازم رو بهت برسونه. باید مدام حواست باشه که آب لازم به بدنت برسه. حالا یا آب یا نوشیدنی های الکترولیت دار یا نوشابه های انرژیزا. چون خیلی عرق میکنی و کلی از الکترولیت های بدنت رو از دست میدی. خیلی از ورزشکارا در طول ورزششون یک عالمه تنقلات و شیرینی میخورن. این خیلی خطرناک نیست؟
مشکل اینه که شکر زیاد میتونه افسردت کنه. بنابراین مصرف شکر رو باید تا قبل از سفرت کم نگه داری. چون ما داریم تاثیر پدال زدن روی سلامت روانت رو اندازه میگیریم، باید غذاهایی بخوری که از نظر روانی برای چنین سفر فشرده‌ای آمادت کنن. میوه و سبزی هایی که آنتی اکسیدان زیاد دارن. آنتی اکسیدان ها ثابت کردن که نه تنها برای سلامتی مفیدن، بلکه خلق آدم رو هم بهتر میکنن. ویتامین ها و مواد معدنی مثل ویتامین B6، اسید فولیک، ویتامین C هم تأثیر گذارن. این مواد مغذی نورون های مغز رو بیشتر میکنن و با تأثیر روی پیام رسان های عصبی میتونن به شما احساس شادی بیشتر بدن و روحیه شما رو بهتر کنن. راستش نمیدونم بعد از 100 کیلومتر پا زدن روی دوچرخه چطوری میتونم به یک همبرگر خوشگل نبگم. صبح روزیه که داریم سفرمون رو شروع میکنیم همراه این دوچرخه سوارا از اینجا در مرکز لندن، شلوغترین جای این شهر، به سمت پاریس. خب امیر، سفر چطور بود؟ روز اول خیلی پر انرژی بودیم و پا زدیم. روز دوم یه کمی خسته، ولی روز آخر که دیگه میدونستیم داریم میرسیم، دوباره همه خیلی مثبت و پر انرژی. داده هم همین رو نشون میده. اوایلش انرژیت بالاست و حالت خوبه. آخرش انرژیت اومده پایین ولی ریلکس تر شدی که خیلی خوبه. یعنی از نظر فیزیکی بدنت خسته است ولی حال روانیت بهتره. تأثیر شدت دوچرخه سواری روی عملکرد مغزیم چی بوده؟ با سخت‌تر شدن پدال زدن، خون اکسیژندار یا هموگلوبین خون در این نواحی مغز کم شده و به این سمت رفته. مغز تصمیم گرفته خون رو به جایی برسونه که هم سرعت واکنش رو کنترل میکنه و هم خلق و خو رو. رسوندن خون اکسیژندار بیشتر به این قسمت‌ها باعث شده تو بیشتر احساس شادمانی بکنی و حال روانیت هم بهتر بشه. همینطور به قسمتی از مغز که مسئول تمرکز روی هدفه بیشتر اکسیژن رسونده. داده‌هایی هم که در موبایل ثبت شده نشون میده که با تندتر شدن سرعت و سخت‌تر پدال زدنت، سرعت واکنششون دادنت هم بیشتر شده. یعنی این فقط در طول دوچرخه سواریه یا در طول زمان هم سرعت واکنش بهتر میشه و بالاتر میره؟ افرادی که آمادگی بدنی خوبی دارن، مدام ورزش میکنن، لزوماً با دوچرخه سواری واکنششون سریعتر و سریعتر نمیشه. اما تحقیقات نشون میده که کسانی که کم تحرکن و اکثرا نشستن یا بیماری‌های مثل پارکینسون دارن، ورزش میتونه سرعت واکنششون رو بالا ببره. اگه سابقه دوچرخه سواری زیاد نداشته باشی، با چقدر شروع کنیم بهتره؟ برای هر کسی متفاوته، اما دو تا قانون کلی وجود داره. قانون اول، با 10 دقیقه شروع کنید. کمتر از اون اثر نداره. 10 دقیقه وقتیه که پیام رسانهای عصبی و هورمون‌هایی که حس خوبی بهتون میدن شروع به آزاد شدن میکنن. قانون دوم، شدت ورزش از یک حداقلی باید بالاتر باشه. 60% ماکسیموم انرژی که میتونی صرف کنی. باید حس کنی که داره کمی بهت فشار میاد. کم کم این 10 دقیقه رو باید به 30 دقیقه برسونی. نتایج این تحقیق روی من ظاهراً با نتیجه تحقیق پروفسور جان گدس و همکاراش همخونی داره. آماری هست که نشون بده دوچرخه سواری چقدر روی سلامت روان میتونه اثر بذاره؟ بله، توی یه تحقیق جدیدی که زیر نظر دپارتمان روانشناسی دانشگاه آکسفورد انجام شده، نشون داده که به طور متوسط کسایی که منظماً دوچرخه سواری میکنن توی هر ماه 21% روزهای کمتری هستش که حالتهای افسردگی دارن. شما خودتون دوچرخه سوار قهاری هستین. این ورزش در مقایسه با بقیه ورزش‌ها مثل فوتبال همون اثر رو داره یا بهتره؟ مؤثرترین ورزش برای بهتر شدن سلامت روان و حال و اوضاعمون ورزش‌های گروهیه، مثل فوتبال و والیبال. بعد از اون دوچرخه سواریه و بعدش دیگه ژیمناستیک و ورزش‌های هوازی. این نتیجه تحقیقیه که روی 1,200,000 نفر انجام شده. خلاصه جایی برای بهانه نیست. حتی اگه هوای بیرون خوب نیست یا اگه نگران دوچرخه سواری تو خیابونای شلوغ هستید،
هنوز میشه رفت باشگاه‌هایی مثل اینجا و پدال زد. اثر هر دوش هم خیلی خوبه. آیا میشه که با ترساندن یک نفر سکس کیش بند بیاره؟ خیر، ترساندن آدم ها باعث نمیشه که سکس کیش اونها بند بیاد. اگه میخواییم به ترسونشون دنبال یک بهونه دیگه باشیم. اما سکس کیش چیه؟ سکس کیش به دلیل انقباض ناگهانی که توی پرده دیافراگم ایجاد میشه به وجود میاد. پرده دیافراگم یه پرده عضلانی هست که قسمت قفسه سینه رو از محتویات شکم جدا میکنه. وقتی این پرده به طور ناگهانی منقبض میشه، باعث میشه که هوا با شتاب بیشتری وارد ششها یا ریه هامون بشه و در نتیجه تارهای صوتی با ضربه محکمی بسته بشن. اینطوری. تکنیک های زیادی هستش برای بند آوردن سکسکه که همه اونها بر دو اساس است. تحریک عصب واگ و افزایش موقت دیوکسید کربن در خون هست که برای افزایش دیوکسید کربن خون ما میتونیم نفس نکشیم، یعنی عمل دم و بازدم انجام ندیم، نفسمون رو بگیریم، یا اینکه در داخل یه پاکت شروع کنیم به نفس عادی کشیدن که باعث میشه دیوکسید کربن خون بالا بره و مغز به طور موقت تمرکزش رو از روی دیافراگم برداره و به روی کنترل دیوکسید کربن خون بره. و راه دیگه هم تحریک کردن عصب واک هست، طولانی ترین عصب در بدن که برای کنترل عمل بر و کنترل حرکات دیافراگم ما کار میکنه، که برای این کار اگه به جلو خم بشیم و لیوان رو به سمت عکس معمول کچ کنیم و سعی کنیم که آب رو بخوریم، این باعث میشه که هم نفسمون رو نگه داریم و هم عصب واک رو تحریک میکنیم که در هر حال باعث میشه که سکسکه بند بیاد. احساساتی مثل خشم، عصبانیت و کینه رو چطور کنترل کنیم؟ در این برنامه از سری برنامه‌های افزایش تاب‌آوری و تحمل، لیگی وب نویسنده کتاب پرفروش تاب‌آوری تکنیک‌هایی رو به ما یاد میده که چطور احساساتمون رو کنترل کنیم. دلتون میخواد احساساتتون رو به بهترین شکل ممکن کنترل کنین؟ از ناکامی‌ها و سرخوردگی‌هاتون مفیدترین درس رو بگیرین و راحت‌تر پشت سرشون بذارین؟ در این قسمت بهتون میگم که چطور میشه احساسات رو به مفیدترین شکل ممکن مدیریت کرد. واقعیت اینه که احساسات میتونن کلی از آدم انرژی بگیرن. از مثبت‌ترین احساسات مثل لذت، شادی و هیجان گرفته تا طاقت فرساترینشون مثل غم، کینه، عصبانیت و افسوس. خیلی مهمه که بلد باشیم چطور احساساتمون رو کنترل کنیم تا بتونیم از منابع انرژی روانیمون محافظت کنیم. این انرژی تأثیر زیادی روی توانایی تاب‌آوری ما داره. یه روز داستانی شنیدم که این مفهومو برای همیشه تو ذهن من حک کرد. یه روز یه پدر بزرگ سرخپوست برای نوش داستانی تعریف میکنه. پدر بزرگ میگه عزیزم، درون همه ماها دوتا گرگ هست که مدام با هم در جنگ و دعوان. یکی از اون گرگا گرگ خوبیه و دیگری گرگ بدی. گرگ خوب سمبل همه احساسات مثبته، مثل شادی، لذت، هیجان، غمخواری، محبت. گرگ بد سمبل هر نوع احساسات منفیه، مثل کینه، خشم، حسادت و دشمنی. پسر کوچولو به پدر بزرگش نگاه میکنه و میگه خب بالاخره کدوم گرگ برنده میشه؟ پدر بزرگش میگه گرگی که تو تصمیم بگیری بهش غذا بدی. فرض کنین همه احساساتتون رو برای شام دعوت کردید و همه پشت یک میز بزرگ نشستن. یه طرف میز همه احساسات منفی مثل خشم، حسادت و کینه منتظر غذان و اون طرف میز تمام احساسات مثبت مثل امید، ترحم و بخشندگی. دوست دارید به تمام اون احساسات منفی غذا بدین؟ یا اینکه ترجیح میدین احساسات مثبت رو تقویت کنین و اونا رو پرورش بدین؟ یادتون باشه، ملاقه دست شماست و شما مسئول تغذیه روان خودتون هستید. البته من کاملا اینو میفهمم که حرف زدن درباره کنترل احساسات از عمل کردن بهش خیلی راحت تره. بذارین یه مثال عملی بزنم. فرض کنین سر کاری اتفاقی افتاده که شدیداً اعصابتون رو خورد و حسابی اذیتتون کرده.
برای کنترل احساس ناامیدی و ناکامی اول از همه فکر کنید. احساس منفیتون رو شناسایی کنید. یعنی با خودتون رو راست باشین که دقیقاً چی شما رو به هم ریخته. بعد به خودتون کمی زمان بدین و از بیرون گود به ماجرا نگاه کنید تا شدت اون حس منفی کمتر بشه. بعدش فکر کنین که برای واکنش به اون اتفاق چه گزینه‌هایی پیش روتون هست. خوب فکر کنید که از چه چیزایی سر کارتون واقعا لذت میبرید. چه بخشی از کارتون براتون واقعا ارزش داره و حس خوبی بهتون میده. کار چه فرصت‌های یادگیری براتون به وجود میاره؟ چه تجربه‌های جدیدی در کار میتونین کسب کنین؟ این افکار نهایتاً بعضی از اون افکار منفی رو که ذهنتون مدام باش درگیره متعادل میکنه و میتونین اون حس به غایت منفی رو به یک حس کمی مثبت‌تر تبدیل کنین. یادتون باشه یادگیری کنترل احساسات و افکار باعث بیشتر شدن تحمل و انعطاف پذیری شما میشه. عمیقاً به این گفته فکر کنین. دیروز یه فکری به ذهنم رسید. اون فکر به احساس تبدیل شد. احساس تبدیل به کلمات شد. بیان اون کلمات منجر به یک رفتار شد. اون رفتار تبدیل به عادت شد. عادت‌های من شخصیت من هست. شخصیت من سرنوشت من رو مشخص میکنه. بنابراین فکر کنم از امروز کمی بیشتر درباره افکارم فکر کنم. صفحه فیسبوک ما منتظر شماست. facebook.com/bbcpersiantv. همینطور با هشتگ 37 درجه برنامه رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنین. ایمیل یادتون نره، به من نه، به برنامه 37@bbc.co.uk. تا دفعه بعد شاد، تنتون سالم، روزگارتون دلنگیز.